بارانم، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. خانم ها و آقایان، به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. دقایق دیرتر از اون چیزی که وعده کرده بودیم خدمتون رسیدیم. بالاخره مسابقه والیبال کشورمون بود. برای همه ورزشکاران عزیزمون در همه عرصه‌های زندگی آرزو موفقیت می‌کنیم. ان شاءالله در پناه خداوند متعال باشن و در پناه امیر مؤمنان علی علیه السلام. حاجای عالی سلام علیکم، وقتتون بخیر، روز بارانیتون بخیر و شادی ان شاءالله. سلام علیکم. سلام، بنده هم خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست. سلامت باشید. باران رحمت الهی در تهران داره میباره. ان شاءالله رحمات الهی و برکات الهی همیشه نصیبتون باشه. ما هفته گذشته حاجای عالی به بحث قیامت رسیدیم. دوستان عزیزی که مباحث رو دنبال میکنن میدونن که یک چشماندازی رو حاجای عالی در آینه روایات و آیات برای ما از قیامت ترسیم کردن. فکر میکنم وعده کرده بودید امروز به نفخه صور برسید. بله همینجور هستش. بسیار خوب، خدمتون هستیم. خواهش میکنم. سلامت. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله همینجور که در جلسه گذشته عرض کردیم، اولین مرحله‌ای که در رابطه با عالم قیامت به وجود میاد بحث صیحه آسمانی و نفخ صور هست که حالا خدمت شما عرض خواهم کرد و مرحله بعد ورود به عرصه محشر و مواقف و عقبات عالم محشر و مرحله سوم هم بعد از گذر از اون 50 موقفی که در عرصه محشر هست ورود به دارالجزا، حالا یا بهشت یا خدای نکرده جهنم. ما حالا اولین مرحله که بحث اون صیحه و فریاد بلند آسمانی و نفخ صور هست، این رو اگر اجازه بفرمایید مطرح بکنید. خیلی خوب. ببینید واقعش ابتدایی که اولین حادثه‌ای که به وجود میاد در به وجود اومدن عرصه قیامت همون مسئله صیحه آسمانی هست که طبق تفسیر بعضی از بزرگان ما از جمله مرحوم علامه طباطبایی در رساله توحیدیشون اونجا ایشون فرمودن که ابتدای یک صیحه‌ای زده میشه که این صیحه غیر از نفخ صوره. حالا عرض خواهم کرد این رو. یک صیحه بلندی، یک فریاد کوبنده و بسیار با عظمتی زده خواهد شد که افرادی که در عالم دنیا هستن قالب تهی میکنن و از دنیا میرن. با این صدای بسیار بلند و کوبنده تمام اون کسانی که اون زمان زنده هستن، بالاخره کسانی هستن که در آخر تاریخ که ما گفتیم عوالمی که بعد از به اصطلاح مراحلی که بعد از ظهور و رجعته، خب کسانی هستن دارن زندگی میکنن، با آمدن این صیحه اونها از دنیا میرن و وارد برزخ میشن اون صیحه رو در سوره یاسین خیلی خوب تو این آیات دو سه تا آیه هستش که توضیح داده. من اجازه میخوام همین آیات رو خدمتتون عرض بکنم. خدا نوتال در آیه 48 سوره یاسین میفرماید که و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین. افرادی که کافرن، افرادی که غافل هستن از آخرت، با مسخره میگن که این وعده‌ای که شما میدید کی میاد، این وعده قیامتی که میگید کجاست، کی میاد. خداوند متعال میفرماید ما ینظرون الا صیحه واحده. اینا منتظر چیزی نباشن مگر یک صیحه. یه دونه صیحه میاد کار همتون تمام، غالب توهین. یک صیحه میاد همه غالب توهین میکنن.
فریاد بلندی، تأخذهم یک مرتبه اونها رو فرا میگیره همین صدا و فریاد بلند، و هم یخصمون، در حالی که داشتن با هم دیگه مجادله و مخاصمه میکردن تو مسائل دنیایی مشغول بودن، یه مرتبه این سیحه میاد، فلا یستتی اون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون، نه دیگه فرصت میکنن یه وصیت یه سفارشی بکنن، نه فرصت میکنن به خانوادهشون برگردند و سر بزنن، همونجا تو اون مشغولیتشون قلب توهی میکنن. در روایتی هست از امام صادق علیه السلام که ذیل همین آیه و توضیح همین آیه فرمود ذالک فی آخر الزمان، این سیحه و فریاد آسمانی در پایان تاریخ هستش، یصاحهم فیهم صیحتون، فریادی زده میشه و هم فی اسواقهم یتخاصمون، در بازاراشون دارن با هم دیگه چونه میزنن، دارن با هم دیگه جدل میکنن، مخاصمه میکنن، فیموتون کلهم فی مکانهم، در جا میمیره همشون جا، همه اون کسانی که تو عالم دنیا هستن، آها یعنی با این سیحه همه قالب توهی میکنن، حیات تموم میشه، حیات عالم دنیا تموم میشه، لا یرجع احد منهم الی منزله، هیچ کدوم فرصت نمیکنه به منزلش برگرده، ولا یوسی به وصیتن، یا سفارش و وصیتی بکنه، ناگهان فرا میرسه، غافل گیر میکنه. این همونیست که تو بعضی از آیات قرآن داریم که لا تأتیکم الا بغتتن، که قیامت ناگهان فرا میرسه، با این کلید میخوره عالم قیامت، که افرادی که تو عالم دنیا بودن همه میمیرن. گرچه تو خونه آمادگی نسبی دارن دیگه، چون بله احسن، چون بعد از دوره اونایی که زندن اون موقع، بله احسن، اما در این حال با این وجود همونجا خبر از قبل بهشون داده نشده که قیامت بخواد برسه، همونا به نوعی غافلگیر میشن. پیغمبر اکرم در تو همین فریاد به هر حال غافلگیرانه و برقاسا، روایتی هستش که فرمودن این سیحه آنچنان غافلگیرانه است که دو نفر در حالی که پارچه ای رو دارن با هم خرید و فروش میکنن، باز کردن دارن نگاه میکنن، فرصت نمیکنن که اصلا ببندن و بپیچن، عالم دنیا تمام میشه، به پایان میرسه. شخصی لقمه ای رو برداشته به سمت دهنش میبره، هنوز این لقمه رو به دهان نگذاشته و اون فریاد آسمانی قالب توهی میکنه و از این دنیا میره. چوپانی گوسفند خودش رو برده برای اینکه آب بده کنار به هر حال محلی که برای آب دادن هستش، قبل از اینکه او رو سیراب بکنه با این سیحه از دنیا میره. ممکنه کسی سوال بکنه آخه یک فریاد چجوری باعث میشه که همه بمیرن؟ ببینید الان من فکر کنم تو زمان ما نمونه های خوبی داریم که یه مقدار به ذهن تقریب میکنه، نزدیک میکنه مسئله رو. شما مواد انفجاری بسیار شدید که موج ایجاد میکنه، موج انفجار رو ایجاد میکنه، شما قاعدتا حالا یا به هر حال آدم شنیده یا نزدیکش بوده که این موج انفجار گاهی موقع ها به قدری شدید هست که یک ساختمانی رو تبدیل به تلی میکنه، بله، از خاک، یا باعث کر شدن گوش بعضی اون موج شدید میشه، یا حتی بدن کسی رو میتونه اگه بسیار شدید باشه خرد بکنه، متلاشی بشه. صحنه بود از بمب اتم نشون میدادن تو اون دو تا شهر معروف ژاپن که تا صدها متر هیچ موجود زنده‌ای رو باقی نگذاشت، یعنی اون موج اصلا گویا پودر میکنه. حالا این یه چیز دست ساخته بشره که با یک مثلا انفجار موجش این چنین میکنه، و وقت شما ببینید فریاد آسمانی که دیگه دست ساخته بشر نیست، که دیگه چه میتونه بکنه که در یک آن باعث بشه که همه افرادی که تو عالم دنیا هستن در اثر همون فریاد بلند آسمانی و کوبنده قالب توهی بکنن. خب وقتی ورود پیدا کردن به عالم برزخ، وقت از اینجا هستش که دو تا نفخ و دو تا دمیدن در به اصطلاح همون سور اسرافیل شیپور که حالا الان عرض خواهیم کرد شروع میشه. آها، پس اون نفخ سور در واقع پایان دنیا نیست، بله، یعنی با اون سیحه دنیا تموم، افرادی که تو عالم دنیا هستن میمیرن، اون برای حشر احتمالاً، بله، حالا عرض بکنیم خوب. وارد برزخ که شدن، اون وقت از اینجاست که دو تا نفخ دمیدن در سور صورت میگیره. اولا کلمه نفخ که در قرآن 12 مرتبه این نفخ در سور اومده که توسط حضرت اسرافیل صورت میگیره، کلمه نفخ یعنی دمیدن، نفسش رو آدم وارد یک چیزی مثل بوغی شیپوری چیزی نفسش رو وارد بکنه، این کلمه نفخ به این معناست. سور هم به معنای شیپوره، به معنای بوغه، که قدیم شاخهایی از حیوانات رو درش رو خالی میکردن، مثلا عاجفش رو خالی میکردن. بله بله، خوب. از اون قسمت تنگش وقتی میدمیدن صدای خارج میشد که معمولا برای حرکت قافله ها یا توقف اونها،
یا مثلا بیدار باشی، یا فرض کنید شیپور جنگی برای شروع، یا باز برای توقف جنگ. به هر حال برای یک سری اعلان‌های عمومی از این بوق و شیپور استفاده می‌شد. حالا دو تا نفخ سور توسط حضرت اسرافیل که ملک مقرب الهی هست دو مرتبه دمیده میشه، که حالا ما تو همین جلسه خواهیم گفت نفخ سور چی هستش، ولی حالا اجمالا دو بار در سور دمیده میشه. یک نفخ و دمیدن، دمیدنی است برای مردن، نفخ مرگ که تمام افرادی که در عالم برزخن و موجودات دیگر، جن یا ملائکه، موجودات دیگه تمام میمیرن، یعنی از اون عالمی که توش هستن از اون عالم هم از دنیا میرن، از اون عالم هم میمیرن. از کدوم عالم؟ برزخ. تو عالم برزخ و ملائکه که در عوالم بالاتر هستن میمیرن، اینا همشون میمیرن. حالا مردنشون باز به چه معناست، اینو بهش خواهیم رسید. فقط این یک نفخه که نفخ مرگه. بعد از مدتی نفخ دومی توسط حضرت اسرافیل صورت میگیره. با چه فاصله ای؟ در بعضی از روایات، تو قرآن بیانی نیومده، تو روایتی هست که مرحوم مجلسی تو جلد 6 بهار آورده که فاصله بین این دوتا نفخ 40 ساله. 40 ساله؟ بله بله. انما بین نفختین 40 سنه، 40 ساله. اما حالا این 40 سال، 40 سال به حساب ماست یا 40 سال آخرتی، این دیگه بیانی نرسیده ازش، ولی این مقدار هست که قطعا بین اون نفخ مرگ و نفخ دوم که نفخ احیا و زنده شدن فاصله هست، اینش تردیدی نیست. خب وقت تو اون نفخی که نفخ دومی که همه زنده میشن، نفخ حیاته، زنده میشن و روح دو مرتبه به بدنها برگردونده میشه و تو عرصه محشر وارد میشن. حالا چرا این دو نفخ اصلا برای چی بوده که حالا مردن و بعد دو مرتبه زنده شدن، این حالا ما تو خلال مباحث خواهیم گفت. چند تا سوال من اجازه میخوام که برای روشن شدن بحث اینجا عرض بکنم. سوال اولی که به هر حال ما وعده هم قبلا داده بودیم این است که حضرت اسرافیل یه مقدار بیشتر معرفی بشه. کیه این ملک بزرگوار؟ اگه خاطر شریفتون باشه جناب شریفی، ما قبلا میگفتیم که تمام ملائکه که به گونه ماموران الهی و کارگزاران حکومت الهی هستن و هر کدوم کاری دارن، تمام ملائکه زیر دست 4 ملک هستن، یعنی رؤسای ملائکه 4 تا ملک و 4 تا فرشته هستن که همون ملائکه مقرب هستن. ملکی که مأمور برای رزق هست حضرت میکائیل با ملائکه زیر دستش که روزی ها، چه رزق مادی چه معنوی رو به هر حال اینها رو تقسیم میکنه، و ملکی که مأمور علم و آگاهی و علم رو و وحی رو میاره حضرت جبرئیل هست و ملائکه زیر دستش، و همچنین بعضی از امدادهای الهی و امدادهای غیبی رو و هدایتها، این توسط جبرئیل و ملائکه زیر دستش. ملک سوم حضرت عزرائیل هستش که قبلا خب داشتیم، ملکی است که واسطه در مرگ و قبض روح به عهده او هستش و ملائکه زیر دستش. حضرت اسرافیل ملکی هستش که واسطه در حیات، یک یعنی الان بچه هایی که به دنیا میان، جنینی که روح درش دمیده میشه و حیات پیدا میکنه، این توسط هست اسرافیل واسطه در حیاته. به علاوه اون دوتا نفخ سور رو حضرت اسرافیل داره که یک مرگ عمومی برای همه، یک، و دوم یک حیات دو مرتبه عمومی برای همه. این کار هست اسرافیله که در بعضی از روایات ما هستش که مقربترین ملکه و اولین ملکی هست که سجده بر حضرت آدم کرد. تو اون دستوری که خداوند متعال فرمود که اسجدوا لآدم، اولین ملکی که سجده کرد حضرت اسرافیل بود. و از یه جایی میشه عظمت او رو نسبت به بقیه فهمید، اون این که حیات و مرگ تمام موجودات از جمله سایر ملائکه باز به دست ایشونه. این یک احاطه و قدرت میخواد که یک اشراف داشته باشه که سایر ملائکه هم حتی به هر حال هم مرگشون و هم حیاتشون به دست این بزرگوار باشه. به هر حال این در اوتو حضرت اسرافیل. ممکنه سوال بشه که خب حضرت اسرافیل که میگید یک نفخ مرگ خواهد داشت و همه میمیرن و واسطه در مرگ همه خواهد بود، خب ما قبلا که گفتیم که واسطه مرگ حضرت عزرائیله، چرا اینجا حضرت اسرافیل شده؟
او یک بار میدمه در سور و همه میمیرن، خب واسطه این مرگ اسرائیل بود که اینجا حضرت اسرائیل چرا اینجا الان حضرت اسرافیل شد و نفخ سور، اون نفخ اولی که باعث مرگ میشه توسط او؟ جواب این هستش که نه، حضرت اسرائیل واسطه در مرگ انسان‌هایی است که در دنیا هستن برای انتقالشون به برزخ. انسان‌هایی که در دنیا هستن و میمیرن وارد برزخ میشن، باعث انتقالشون به برزخ حضرت اسرائیله. اما حالا اون مرگی که اونایی که تو برزخن و موجودات دیگه مثل ملائکه، اون مرگ و حتی خود ملائکه مقرب به حضرت اسرائیل، او دیگه مرگش دسته کی؟ او دست از اسرافیل. پس اون مرگی که به دسته و به واسطه از اسرافیل هستش با اون مرگی که واسطش از اسرائیل با هم فرق میکنه، با هم تفاوت داره. این هم یه نکته. نکته سوم که قاعدتا این خیلی شاید سوال شده باشه بر دوستان بزرگوار، این هستش که اصلا یعنی چی حضرت اسرافیل دو مرتبه در شیپور میدمه؟ مگه مثلا بوقی یا شیپوری هستش که او درش بدمه؟ یه مرتبه برای میراندن و مرگ، یه مرتبه برای زنده کردن. ببینید واقعش این بحث نفخ سور، البته به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، حالا واقعش همه چیزش برای ما روشن هم نیست، اما یک احتمال این هست که این تعبیر دمیدن حضرت اسرافیل در شیپور یک تعبیر کنایی و از باب یک تشبیهیه. یعنی همون جور که وقتی یک قافله میخواد حرکت بکنه، برای حرکتش یا توقفش شیپور دمیده میشه، شبیه او حضرت اسرافیل هم برای توقف جهان و از کار افتادن همه موجودات زنده، شبیه او که یک شیپوری به هر حال میدمه برای توقف، اینم شیپور توقفی میزنه به نوعی برای نزدیک شدن به ذهن، به ذهنه. یک تشبیهه که گویی زدند شیپوری رو برای از کار افتادن، این ندای عمومی. و همون جور که باز برای حرکت قافله شیپور دیگری می نوازند، گویی حضرت اسرافیل برای حرکت قافله و به جنبش در آمدن و حیات مجدد شیپور دیگری. این یک احتمال که یک تعبیر کنایه و تشبیه، واقعا اینجور نیست که شیپوری و بوغی باشه، نه به این صورت نیست، بلکه تشبیه. یک احتمال دوم که این بهتره، خوب. این احتمال دوم بهتر هست، اینه که چرا اصلا تشبیه و کنایه نیست، واقعا شیپور، اما نه به شکل این شیپور و بوغی که ما داریم، نه به این صورت، بلکه یک ابزاری حضرت اسرافیل برای میراندن موجودات زنده و باز برای زنده کردنشون، یک ابزاری داره که اون ابزار به گونه این دم الهی و این نفس رحمانی رو حضرت اسرافیل به اذن خدا وارد میکنه که اون دم به هر کی بخوره تو دفعه اول باعث مرگش میشه و دفعه دوم باعث حیاتش میشه. اون دم و نفس رحمانی که حضرت اسرافیل وارد این ابزار میکنه به همه میخوره، ولی شیپور به هیچ وجه مثل این شیپورهای دنیایی نیست. اتفاقا تو روایات ما اشاره شده که اون شیپور، اون ابزار، مهم اون ابزاره که دم دمیده میشه مثل شیپور و از طرف دیگرش خارج میشه و به افراد میخوره، از این جهت مثل شیپوره. ولی عظمت اون ابزار عظمت کل آسمان و زمینه. عجب. در روایت این شکلی هست. من دو تا روایت عرض میکنم روشن بشه که سوره اسرافیل چیه. یه روایتی از امام سجاد علیه السلام هست که فرمود سوره اسرافیل شاخ بزرگی است، شیپور بزرگ. ببینید از باب اینکه بشه بفهمیم این ابزار یه طرفش دمیده میشه، یه طرف تصور بکنیم، بتونیم دور از ذهن نباشه. تعبیر به شاخ یا شیپور میکنن. سوره اسرافیل شاخ بزرگی است که دو طرف دارد، یعنی از دو طرف دمیده میشه، یک سر داره و دو تا طرف که درش دمیده میشه. یا به تعبیری بذارید اینجوری عرض بکنم خدمتون، از یک طرف دمیده میشه، عذر میخوام، از یک طرف دمیده میشه و دو تا سر داره، دو تا خروجی داره، دو تا خروجی داره. یک خروجیش برای اهل عالم پایینه، اون کسانی که تو عالم پایینن، تو عالم برزخن، که تو عالم عالم برزخ رو گاهی موقع تعبیر به زمین هم بهش شده. ما تو قرآن داریم که خدا متعال از افرادی که تو برزخ بودن سوال میشه که کم لبستم فل ارض عدد سنین، چه مدت تو زمین بودید. از این جهت که عالم برزخ
عالم قبر هنوز چی گفتم تو دل همین دنیا آفرین هنوز آره. متصل به عالم دنیاست گاهی ما به هیچ زمین هم گفته میشه. اون وقت حضرت سجاد علیه السلام فرمودن اون سوره اسرافیل یک طرف داره برای دمیدن، یک ورودی داره، دو خروجی، یک خروجیش برای اهل زمینه، یک خروجیش برای اهل آسمان که همون ملائکه اینا شامل که همون ملائکه و موجودات آسمانی هست که فاصله این دو سر به فاصله کل آسمان و زمینه، یعنی همه جا رو گرفته، هیچ موجودی نیست که این دم به اون نخوره. خب این معلوم که این شیپور معمولی نیست، یک ابزاری است که وسیله رسوندن اون نفس رحمانی حضرت اسرافیل به همه موجودات. پیغمبر اکرم در روایت فرمود که این شیپوری که حضرت اسرافیل درش میدمه از سور قرنون من نور، مادی نیست، یک وجود مجرد نوریه، یک وجود نورانی هستش که به هر حال در او دمیده میشه. و حالا تعبیر پیغمبر اکرم این هستش که سوراخ‌هایی داره به تعداد افراد موجود، به تعداد موجودات عالم، یعنی کسی رو از جا نمیرسه، هیچ کی از جا نمیفته، یعنی بنابراین به هر کسی این دم میرسه. پس بنابراین همین احتمال دوم که واقعا ابزاری باشه این احتمال خوبیست، ولی فکر نکنیم دمیدن او مثل اینکه یک صدایی حتما بیاد، نه، مهم اون نفسی است که این نفس افرادی رو از دنیا میبره برای مدتی و بعد از مدتی که طبق همون روایت عرض کردیم 40 سال هست باعث احیا و زنده شدن. اون دمیدن موضوعیت داره، نه اون دمیدن. صدایی که از دمیدن صدا مربوط به اون سی هست. اون دو تا دمیدن مال نفخه که اون موضوعیت داره، که یه نوع نفس الهی است که میخوره و افرادی از دنیا میرن یا بعد زنده میشن. اون چیزی که بسیار مهمه در بحث نفخ صور که شروع عالم قیامت هست، آثاری است که هر کدوم از این نفخه ها داره. اون نفخ، اون دمیدنی که باعث مرگ میشه، چه آثاری به دنبال داره و چی میشه بعدش، و اون نفخی که باعث احیا میشه و زنده شدن موجودات میشه، او چه آثاری داره و بعدش چی میشه. اون نفخ اول که همه میمیرن باهاش، همه موجودات باهاش میمیرن، اولین اثرش این هستش که وقتی که اون میدمه، تعبیر این هستش که یک فزع، یک ترس و هولی در همه موجودات به وجود میاد و در اثر همون فزع هم از دنیا میرن. یعنی در واقع یک مرگ توأم با وحشت. نفخ اول، تو نفخ اول. من آیش رو عرض بکنم خدمتتون، من فقط دو تا آیش رو حاجا، حتی بکنم. کسانی که در برزخ هستن، بله اصلا ببینید نفخ اول عرض کردین، آها با سیه هم مردن، با سیه فرق، با سیه همه تو برزخ، همه از عالم دنیا اومدن به برزخ. همه انسان الان تو برزخن، علاوه بر انسان ها موجودات دیگری هم هستن، جن هم هست، ملائکه هم هستن. تمام این موجودات با نفخ اول یک فزع، یک اضطراب، یک وحشتی برشون وارد میشه، البته جز یه عده که حالا عرض خواهیم کرد، جز یک عده یک فزع و اضطراب وارد میشه و از دنیا خواهند، یعنی مرگ بهشون دست خواهد داد که حالا خواهیم گفت که حالا اون مرگ اونا یعنی چی، کجا میرن، چی میشن، حالا اینو خواهیم گفت. فعلا فقط این اتفاقی که بعد از نفخ اول میفته و یک ترس وارد میشه اینو عرض بکنیم، و اون عده ای که از این ترس مسونن، این ترس رو ندارن. ببینید آیه هستش که خداوند تعالی میفرماید که یوم ينفخ في الصور، روزی که در صور دمیده بشه، ففزع من في السماوات و من في الارض، همه اونایی که در آسمانن و همه اونایی که در زمینن، در زمین عرض کردیم طبق یک معنا برزخی ها هستش، همه دچار فزع و اضطراب میشن. ففزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله، مگر یه عده ای که خدا بخواد، اونا نمی ترسن، اونا از اون فزع استثنا هست. در یه آیه دیگری هم به جای کلمه نفخ صور اینجوری اومده، فاذا نقر فی الناقور، وقتی در شیپور دمیده میشه کلمه صور نیومده، کلمه ناقور اومده، فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، اون روز روز بسیار سخت و هولناکی است بر کافرین، اصلا آسان نیست. این دوتا آیه اون فزع و ترس رو ترسیم میکنه، و اون آیه اول فرمود فزع به همه دست خواهد داد جز یک عده، اون یک عده در آیه دیگری که خود خدا متعال در سوره زمر آیه 90 فرموده، اون عده کیان؟ فرموده که من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون، هر کسی که حسنه بیاره آخرت
هر کسی که حسنه بیاره آخرت، این افراد جزای بهتری خدا بهشون میده. و هم من فزع یومئذ آمنون، از فزع و ترس اون روز ایمن هست، در امانن. کلمه حسنه که اینجا گفته شده، هر که حسنه بیاره، یعنی یک خوبی. این خوبی مطلقه، یعنی هیچ بدی قاطیش نباشه، خوبی خوبی باشه، حسنه مطلق باشه. در روایت گفتن که الحسنتو والله ولایت امیر المومنین، اونایی که اهل ولایت هم. حسنه ولایت امیر المومنینه، اون کسی که این ولایت رو با خودش بیاره و اهل ولایت در باشه، امانه. در امانه به. همونی که در جای دیگه فرمودن ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، یک قلعه و دژیست که اگر کسی وارد ولایت بشه ایمنه، چون ولایت امیرالمومنین هم ولایت خداست، تحت ولایت و سرپرستی خدا زندگیش رو اداره کرده. ولایتنا ولایت الله، ولایت ما اهل بیت، همون ولایت خداست. بنابراین اهل ولایت از فزع در امانند. حادثه اون روز جناب شریعتی حادثه ای نیست که یک گوشه ای از زمین یا توی کره اتفاق بیفته، تمام کهکشان ها و همه عوالم درگیرن. حادثه عجیبی است. یه موقع هست که مثلا یک کره یه زلزله شدیدی درش رخ میده، یا اصلا یک کره تبدیل به خاکستر میشه. یک کره در بین کهکشان ها یک، به تعبیر شهید مطهری، یک مویی است از یک فیل که کنده شده، چیزی نیست. اما وقتی کل کهکشان ها زلزله و در هم ریختگی درش به وجود بیاد، خیلی فزع و ترس. عظمت اون اتفاق خودش فارغ متحیر. قرآن میفرماید که چشم ها اون روز خاشع، خاضع، گریان، ترسان هست. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، فرو افتاده از ترس و خشوع داره و ترس داره. اما در این حال همون روز یه عده خندانن و چشماشون خنک، اشکی توش نیست. پیغمبر اکرم فرمود سه تا چشم هست که روز قیامت که همه گریانن، اون سه چشم خندانه. اینا همونایی هستن که از ترس در و فزع در امانن، که به بیانهای مختلف گفته شده. کیان الله این پیغمبر فرمود سه تا چشم هست که روز قیامت گریه نداره. کل عینن باکیتون یوم القیامه الا ثلاث اعیونن. یکی عینن، تعبیر حضرت این هستش که عینن بکت من خشیت الله، چشمی که از خشیت خدا تو این عالم دنیا گریه داشته باشه، عشق داشته باشه. خوش به حال اون کسانی که اهل عشق هستن. ممکنه گاهی موقع ها آدم گریهش نیاد، بعضی از اوقات عشقش جاری نباشه، اما اگر کسی خدای نکرده چشمش خشک باشه، این خیلی عیبه، این مریضیه، حتما باید خودشو مداوا بکنه، حتما باید پای موعظه بنشینه. امام سجاد تو مناجات و شاکین، تو مفاتیح دیدن دوستان، تو مناجات 15 از خدا شکایت میکنه، گله میکنه، میگه خدای گله دارم، نه از خدا، پیش خدا میگه خدای شکوه میکنم پیش تو از چشمی که جمود داشته باشه، خوش باشه. و عیناً انل تعبیر این هستش که حضرت فرمود چشمی که انل بکا امن خوفه که جامده، خشک باشه، این واقعا مریضیه. اون چشمایی که گریان هستن اون طرف خندانه، اینجا گریانه، یعنی عشق در خودش توفیقه، توفیقی است، خودش رحمتی است که این رحمت به دنبالش اون رحمت بزرگ اون طرف رو داره. دومین چشمی که پیغمبر فرمود اون طرف خندان هست، عینون قزت المحارم الله، چشمی است که از حرام چشم پوشیده، پر نشده از حرام. اون چشمی که اینجا از نگاه حرام، از صحنه و فیلم حرام، از نگاه‌های آلوده خودش رو نگه داره، اون طرف این چشم خندان هستش. خدا نکنه چشمی پر شده باشه از حرام. آقای شریعتی بزرگان ما بودن تو مسئله نگاه خیلی مراقب بودن، چون قلب رو به شدت بیمار میکنه اگر نگاه آزاد و آلوده باشه، علاوه بر این که اثر قیامتیش هم فزعه، برخلاف اون کسی که به هر حال چشم خودش رو حفظ کرده باشه. بعضی از بزرگان ما بودن به شدت تو این جهت تمرین داشتن، چشم ترس شده بودن. مرحوم آیت الله استلی آقای قاضی رو میگفتن انقدر مراقب چشم بود که چشم ترس شده بود، وقتی که میافتاد به نامحرمی به طور ناخودآگاه فرو میافتاد و دیگه نمیدید و ادامه نمیداد. مرحوم شهید مطهری نقل کرده از مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم،
که ایشون میفرمود من اگر تو خواب هم حتی نامحرمی رو ببینم چشم پوشم. عجب. یعنی انقدر تو بیداری تمرین داشته و مراعات داشته و حواسشون بوده. من یه مرتبه توی یکی از شهرهای اطراف اصفهان بودم، شنیدم که یکی از شاگردان مرحوم آیت الله ارباب اونجا هست، از شاگردانیشون. من خدمت او رستم، گفتم از استادتون که عارف بزرگی بود آیه ارباب خاطره ای داری؟ گفت بله، استاد ما قسم بخورد که من 90 سال عمر از خدا گرفتم، یک نگاه حرام تو عمرم نداشتم. بسیار خوب، الان به من اطلاع دادن که ما وقت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. حاجی عالی، امروز با توجه به اینکه وقتمون یه مقداری کوتاه‌تر بود، از پخش تلاوت آیات صرف نظر کردیم تا دوستان از صحبت های جوی عالی بی نصیب نمونند. امروز خودتون صفحه 420 مصحف شریف رو تلاوت بکنید، آیات شریف سوره احزاب. فردا هم سر تایم همیشگی، همون وقت خودمون، همون قرار خودمون، با حاجی نقویان خدمتتون خواهیم رسید. جو دعا بفرمایید که ان شاءالله که همه ما از کسانی باشیم که از فضا اون روز در امان باشیم. سلام، من عذرخواهی میکنم که اینجوری بحث خاتمه پیدا کرد. ان شاءالله هفته آینده از محضر حاجی عالی بیشتر استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکردید. به اتفاق همه برادرجو سمت خود از محضرتون مرخص میشیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تا سلام دوباره حاجی، خدا حفظتون میکنه. Thank you.